بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز، به درس های فیزیک صنف دهمتان خوش آمدین. در درس امروزی ما شما درباره تبدیل واحدات صحبت میکنیم. پیش از اینکه تبدیل واحدات رو برتان بگیم، یک نکته اساسی رو شما در ذهنتان داشته باشین، برتان نوتم نشته کردیم. دو واحد مختلف زمان یکی به دیگر تبدیل میشود که از عین کمیت باشه. زمان که کمیت های واحد های مختلف یکسان باشه، ما او واحدات یکی به دیگر تبدیل کرده میتونیم. مثلا اینجا برتان مثال میگم، اگر از شما پرسیده شود که یک کیلومتر درست چقدر میلیمتر میشه، آیا این یک سوال درست است از لحاظ ساختاری؟ بیاین مقایسه کنیم. کیلومتر چی را اندازه میکنه؟ طول را اندازه میکنه دیگه. میلیمتر هم چی را اندازه میکنه؟ طول را. کمیتشان یکسان است، نه هر دویش طول اندازه میکنه، اما واحداتش مختلف است. یکیش کیلومتر است، دیگهش میلیمتر. این یک سوال درست است. ما یکی به دیگه ای را تبدیل کرده میتونیم. اما اگه ای تو پرسیده شوه که یک کیلومتر چقدر میلیمتر مربع میشه، این سوالیه به معنای چقدر، یعنی نامعلوم، چقدر میلیمتر مربع میشه. خب آیا یک سوال درست است این تبدیل واحد با شما انجام بدیم یا نتیم انجام؟ کیلومتر چی را اندازه میکنه شاگردو؟ باز هم طول را. میلیمتر مربع چی را اندازه میکنه؟ مربع که بود، واحد طول را که مربع کنین به چی تبدیل میشه؟ مساحت. این مساحت را اندازه میکنه. آیا واحد طول به مساحت تبدیل کرده میتونیم؟ نخیر. بنابراین این سوال درست نیست. بعضی اوقات ممکن سمبول های داخل سوال یکسان نباشه، اما مفهومش یکسان باشه. مثال میگیم یک متر مکعب چند لیتر میشه. این متر مکعب است، این لیتر، صحیح است؟ در اینجا طول مکعب شده، اما اینجا یک لیتر خالص داریم. شما شاید بگین یا امرا یک دیگه ارتباط نداره، اما ببینین متر مکعب هم چی را اندازه میکنه؟ حجم را. لیتر هم چی را اندازه میکنه؟ حجم را. بنان این هم یک سوال چی است؟ درست است، یکی به دیگر تبدیل کرده میتونیم. پس از اساسی ترین نقطه تبدیل واحدات همی بود که دو واحد مختلف زمانی یکی به دیگر تبدیل میشود که از عین کمیت باشه. طریقه تبدیل واحدات چه قسم است؟ من یک طریقه بسیار ساده را براتون میگم، اونم رو یاد بگیرین، انشاءالله شما تمام مسئله حل کرده میتونید. اول میاییم کمیت هایی که در سیستم SI است، اصلیشه به اجزا و اضافش تبدیل میکنم، بعد از او سر فرعی شام گپ میزنیم. درست است؟ مثلا در مسائل شما شد پرسیده شوه، سوال ها رو براتون نوشته میکنم، میگه 2 میلیمتر مساوی به سوالیه، یعنی چقدر چی میشه؟ سانتی متر. 2 میلیمتر چقدر سانتی متر میشه؟ آلی میگم حل. این سوال چه قسم حل میکنیم؟ طریقه بسیار سادش. بین شاگرده اینمی متر با اینمی متر از هر دو طرف خلاص کنین، اختصار شد، گپش حل شد. 2 عدد ثابت است در جای خود. میلی در جدول چند است؟ در به نمایسه قیمت شبانه، البته با علامه چی؟ منفی. مسایی میشه، سوالی هم باشه، سانتی در جدول چند است؟ در به نمای منفی 2. اون قیمت شمانو ما چی را میخواییم پیدا کنیم؟ سوالیه را. کار ریاضی است، معلوم، مشغول میکنیم. یک طریقه ساده را بر شما میگم، 2 ضرب 10 به نمای منفی 3 در این طرف است، اونو 10 به نمای منفی 2 را این طرف بیارین، توانش منفی است، مثبت کنین. اگر از لحاظ معادله اطراف تقسیم ضریبی مجهول شود، باز عین گپ است، مجهول ما هم علامه سوالی است. ما چیکار کردم؟ 10 به نمای منفی 2 را از اون طرفی طرف آوردم، توانش منفی بود، مثبت ساخته میشه، در اون طرف سوالیه را میمونم در جای خود. نتیجه نهایی این سوالی ما در اینجا باشه، اینی طرف مساحت او نوشته میکنم، 2 ضرب 10 به نمای منفی 3 و مثبت 2 چند میشه؟ منفی 1. پس اینی جواب سوالی ما شد، نه؟ محاسبه کردم. در آخر در اصل سوال قیمت گذاری میکنیم، 2 میلیمتر چقدر سانتی متر میشد؟
نوشته میکنم 2 میلیمتر در جای خود باشه، باید سوالیه چند میمونم؟ 2 ضرب 10 بنمایی -1 چی؟ سانتیمتر. این جواب از سوال است بعد از اینکه قیمت گذاری کردیم. خب شاگرده عزیز به مثال بعدی توجه کنید. مثلا پرسان میکنه شما که 5 میلی امپیر درست چقدر مایکرو امپیر میشه؟ این سوال درست است. نه چرا امپیر به امپیر تبدیل میکنیم؟ کمیت های شکسان است. به خاطر حل یعنی چی کار میکنین؟ حل اولین کار که میکنین طریقی ساده رو بر شما یاد میتونم. امپیر با امپیر از هر دو طرف خلاص میشه، گپش حل است. قیمت گذاری کنین، 5 عدد ثابت از دجاش بانین، میلی در جدول چند است؟ بیاین مقدارش شما او در ذهنتان هم باید باشه. میلی چند است؟ 10 بنمایی -3 این مقدارش هم ماندم. او طرف میخواین سوالیه را معلوم کنین، سوالیه در جایش مایکرو چند است؟ در جدول مایکرو 10 بنمایی -6 اینا قیمت یه زور هم ماندم. حال جواب سوالیتان با استفاده از ریاضی یک مدل یک مجهول درجه یک است. من طریقی ساده شد براتون بگم، 5 ضرب 10 بنمایی -3 در این طرف است، اولو 10 بنمایی -6 این طرف میارین، توانش منفیست مثبتش میکنین، در او طرف چی میمانه؟ سوالیه. پس میگم 5 ضرب 10 بنمایی، قاعده ها مساوی، توانا مختلف، توانا را جمع میکنیم، جمع الجبری -3 و مثبت 6 -3. این جواب سوالیتان، حلی از این سوال است. در سوال اصلی به یه سوالیه اینی قیمت میمانین. اجزا و اضاف اسعای به این شکل یکی به دیگر تبدیل میکنین. در بخش فرعیش عین گپ است. مثلا مساحت چطور به اجزا و اضافش تبدیل میکنین، درست؟ در سوال شما پرسیده میشه 2 سانتی متر مربع چقدر میلی متر مربع میشه؟ 2 سانتی متر مربع چقدر میلی متر مربع میشه؟ حل قیمت گذاری در اینجا اختصار نکنین شاگرد عزیز، فقط قیمت گذاری کنین. 2 عدد ثابت است در جای خود بانین، سانتی در جدول سانتی چند است؟ 10 بنمایی -2 به عوض سانتی ماندم، 10 بنمایی -2 مربع دارنی این میره مربع کنین، خلاص گپ شل است. دو طرف چی دارین؟ سوالیه رو بانین، میلی میلی چند است؟ 10 بنمایی -3 10 بنمایی -3 چون مربع داره این میره یک مربع کنین، خلاص سوال تا این قسمت حل است. از او طرفش کار ریاضی است. 2 ضرب 10 بنمایی به طاقت رسیده، 2 ضرب 2 4 منفی در مثبت منفی، او طرف علامه سوالیه 10 بنمایی 3 ضرب 2 6 منفی در مثبت منفی، باز هم قیمت سوالیه را پیدا میکنین. 2 ضرب 10 بنمایی -4 در این طرف باشه، 6 10 بنمایی -6 این طرف میارین، منفی از چی میشه؟ مثبت میشه، دو طرف تنها سوالیه میمونه. 2 ضرب 10 بنمایی -4 و -6 -2 این جواب چیتان میشه؟ سوالیتان. شما یک وظیفه خانگی بگیرین شاگرد عزیز، به توان 3 یعنی حجم چطور تبدیل میکنین؟ مثل این زمی اینمی تو پیش میرین، در اوجه بعد از اینکه قیمتش از جدول ماندین به توان 3 بالایش میبرین، درست است؟ ای بود درس امروزی تان، تا درس بعدی خدا نگهدار، از توجهتان تشکر.